سرخط خبرها واکنش تند استاد عبدالرب رسول سیاف در مورد حملات طالبان بر پنجشیر و همچنان گروه مقاومت بر رهبری صالح محمد ریگستانی وی میگوید که جنگ هنوز آغاز شده است و همچنان شعر نجیب بارور در مورد استادگی مقاومتگران در پنجشیر علیه طالبان و نکته بسیار مهم نجیب بارور در مورد لطیف پدرام و سرانجام واکنش دوباره مارشال عبدالرشید دوستم اجره سنبله 1400. سلام دوستان عزیز و کانال ما خوش آمدید. پیام مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان و میگوید که 20 سال در فراق قهرمان ملی، امروز 20 سال از شهادت قهرمان ملی کشور، سردار سرافراز نبردهای برحق نمادهای پایداری و استادگی احمدشاه مسعود می گذرند. در این 20 سال همیشه جای او در تحولات و تصمیم گیری ها خالی و اما اندیشه و تفکر او جاری بود. در شرایط کنونی که سالهای پیش از شهادت احمدشاه مسعود یک بار دیگر تکرار شده است، جای خالی قهرمان ملی بیشتر از هر وقت دیگر محسوس است. 20 سال پس از شهادت قهرمان ملی، دشمنان بدسرشت او به سرزمین حماسه ساز پنجشیر راه پیدا کردند و چی فجیعانه بر مردم آن دیار قتل عام، کشتار قومی و ظلم روا داشتند. دشمن بزدلی که حتی آرامگاه آن شهید رحم نکردند و یک بار دیگر کینه قومیشان را برملا کردند. در 20 سال پس از مسعود شهید، در حالی که رقم شهدای ما درشت بود، اما در روزهای اخیر بهترین شخصیت ها به شمول فهیم دشتی، عبدالودود ذره و برادر همسنگر عزیزم حاجی بهلول بهیج، فرمانده نامدار و والی اسبق پنجشیر را در کنار شمار دیگران از شخصیت ها در راه دفاع از سرزمین از دست دادیم که روان همه ایشان را شاد می خواهم. در 20 سال پس از قهرمان ملی، از برکت مبارزه و خونهای مقدس شهدا به نظام مردم سالار و دستاوردهای فراوان نائل آمدیم که یکی از آن دستاوردها دسترسی زنان به حقوقشان بود. امروز یک بار دیگر زنان با حضور پرشورشان در نقاط مختلف کشور، ضمن نگفتن با طالبان، حتی با میل تفنگ آنان مقابله می کنند. طالبان با راه اندازی کشتار قومی، رفتارهای غیر انسانی و تصامیم مزدورمنشی ماهیتشان را بیشتر از گذشته به نمایش گذاشتند. ما این رفتارها را به پاسخ نمی گذاریم، اما آنچه مسلم است، این رفتارهای قومی طالبان باور به وحدت و همزیستی مردم این کشور را به شدت صدمه زده است و پیامد آن بیشتر از هر کس دیگر به ضرر طالبان خواهد بود. ضمن گرامی داشت و خاطرات و یاد قهرمان حماسه آفرین، بر تداوم راهش تعهد و نامش را جاودان می خواهم. حالا می پردازیم به واکنش استاد عبدالرب رسول سیاف. او تازه گفته است که یورش بر جان و مال مردم پنجشیر قطعا ناروا است و دور از مروت است. فورا متوقف شود. منبع آماج نیوز. حالا می پردازیم به ویدیوی صالح محمد ریگستانی پس از کشته شدن بهلول بهیج، قماندان برجسته احمدشاه مسعود. آنها می خواهند که مردم را روحیه بدهند. پس لطفا ویدیو را تا آخر تماشا کنید. بشه شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مردم أفغانستان، مجاهدان، مقاومتگران، خواهران، برادران، مادران، جوانان، کودکان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما می دانید که طالبان این گروه متعصب، ستمگر و متجاوز بر امن‌ترین ولایت افغانستان یعنی پنجشیر تجاوز کردند.
و فضای وحشت و کشتار و بیرحمی را بری ولایت مسلط ساختند. امروز پنشیر قلب افغانستان است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که عبارت از صلح و یک حکومت عادل است دفاع می کند. باید به طالبان و همه کسانی که طرفدار اونا هستند بگویم که وارد شدن طالبان در پنشیر به هیچ صورت به معنای پایان جنگ نیست، بلکه این آغاز جنگ است. من متیقن هستم که مجاهدان و مقاومتگران و فرزندان با ایثار شما برای دفاع از ارزش ها ناامید شما تا پای جان می جنگند. در این زمان می خواهم که کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. این حکومت متعصب، متحجر، مرتجع و یک قومی به خواست و اراده ملت افغانستان وجود نیامده، بلکه بر اساس زور، تجاوز و به خاطر دفاع از منافع یک کشور خارجی به نام پاکستان به خود را رسیده است. نکته دیگر این که از تمام کشورهای جهان و به خصوص کشور و سازمانهای خیریه تقاضا می کنم برای مردم پنشیر به خصوص زنان و اطفال و کودکان یا مشکل گرسنگی، مشکل ادویه و حتی شیر خشک کودکانشان نیازمند هستند کمک کنند. طالبان ستمگر راه ها را بر سر مردم پنشیر بستند. کاری که مشرکین قریش با مسلمانان در شعب ابو طالب کرد، امروز این گروه بنام مسلمان در حق مردم پنشیر ادا میکنند و اجرا میکنند. یک بار دیگر به شما اطمینان میدهم که مقاومت ادامه دارد و ادامه خواهد یافت تا زمانی که همه فرزندان سیدی کشور زنده هستند. من به زودی یک قیام ملی را و یک قیام عمومی را در سر تا سر افغانستان بر علیه طالبان اعلام میکنم. از این طریق میخواهم به تمام مردم افغانستان، مجاهدان و مقاومتگرانی که در هر گوشه افغانستان است بگویم که برای یک قیام عمومی و ملی در سر تا سر افغانستان آماده باشند. من تاریخ این قیام را از طریق همین رسانه ها اعلام خواهم کرد و آرزو دارم که این پایان کار یک گروه مزدور و اجنبی و دست نشانده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ناره تکبیر! الله اکبر! ناره تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! حالا می‌پردازیم با شعر نجیب بارور در مورد مجاهدین مقاومتگران در پنشیر. وی می‌نویسد: جانم در قدهای راستان، در رگ ما خون مسود است، می‌دانید نه؟ راه ما راهی که پیمود است، می‌دانید نه؟ ما تبرداران فرهنگ خلیل الله هستیم، قصه ما آتش و دود است، می‌دانید نه؟ ای اسارت پیشگان سر فرود افتادگی، بودن در بند نابود است، می دانید نه؟ های مزدوران خائن، تحفه ما بر شما بعد از این انواع بدرود است، می دانید نه؟ ای قفس افتادگان، شکر غلامی تا بکی، صاحب زندان که نمرود است، می دانید نه؟ هر کی با ما گفت از آزادگی، همکش باد، این هدف دارای مقصود است، می دانید نه؟ ما با هم پیوسته چون دریاچه کوچکیم، مرگ این خاشاکیان رود است، می دانید نه؟ کاوه ها داریم ما در کوره آهنگری، موم ما بازوی داوود است، می دانید نه؟ ما پر آوازیم، پر شوریم، مملو از غرور، در رگ ما خون مسود است، می دانید نه؟ این در حال است که نجیب بارور پیشنهاد عبداللطیف پدرام را من حیث استاد پروفیسر برهان الدین ربانی دانسته و احمد مسعود را من حیث قهرمان ملی تشویق کرده است. او در پیامش چنین نوشته است: زمانش است که قدر این آدم، موضوعگیری ها و صداقت هایش را بدانیم. هرچند من همواره به دید یک رهبر را دیدم. زمانش است که جای خالی استاد برهان الدین ربانی و طاهر بدخشی در مقاومت دوم پر شود. پدرام بیست منبع تفکر مقاومت دوم شود. در این شرایط حساس و باریک، من حیث کسی که همه سیاسون را می شناسم، با جرأت می توانم عنوان رهبر را به عبداللطیف پدرام اطلاق کنم. احمد مسعود میراثدار خلف قهرمان مسعود و قهرمان مقاومت دوم ماست. اما هیچ کسی شایسته جای خالی استاد ربانی و طاهر بدخشی جز لطیف پدرام نیست.
او نشان داد که تا هنوز امروز هر چی گفته راست گفته و هر تحلیلی کرده درست تحلیل کرده. من او را یک رهبر می‌پندارم.